از آبان خونین تا سرنگون کردن هواپیمای خودی در 60 دقیقه امشب میپرسیم کرونا برای حکومت ایران زمان خرید یا زخمی تازه بود بر مشروعیت نظام. این سوال رو از دو میهمان برنامه خواهیم پرسید، یک پژوهشگر تاریخ معاصر و یک فعال سیاسی. همچنین در برنامه امشب بلای سیاه در بازار طلای سیاه، قیمت نفت آمریکا به پایین ترین حد در 34 سال اخیر رسید. چانه‌زنی ترامپ با ایالت ها برای برداشتن قرنطینه، فرمانداران میگویند زود است. تنش میان ایران و آمریکا در میانه بحران کرونا، سپاه فیلمی تازه از هشدار به شناورهای آمریکایی منتشر کرد. و سازهایی که زیر سقف‌های جدا نوای همدلی می‌نوازند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کرونا از خاور دور تا غرب آمریکا را در بر گرفته و بحرانی بین المللی به پا کرده. این ویروس مرگبار در ایران در شرایطی بروز کرد که کشور خود با زنجیره‌ای از بحران‌های پی در پی روبرو بود. ناآرامی‌های خونبار آبان ماه به دنبال فشارهای اقتصادی خرد کننده. قرار گرفتن ایران در معرض جنگی تمام عیار با آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و زخم خوردن روان جمعی بعد از ساقط شدن یک هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران. بسیاری در همین گیرودار میگفتند که جان به در بردن جمهوری اسلامی دشوار است، ولی حالا که کرونا این طور هجوم آورده درباره موقعیت فعلی جمهوری اسلامی چه میشود گفت؟ حکومت ایران سعی کرده فضا را به حالت عادی برگرداند با بازگشایی دوباره بسیاری از کسب و کارها. این ویروس کار را بر حکومت سخت کرده یا برای آن زمان خریده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم، گزارش داریم از علی همدانی. این گزارش آماده نیست، به محض اینکه گزارش ما آماده بشه حتما اون رو پخش خواهیم کرد. فعلا دو میهمان داریم، عباس میلانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو در ایالت کالیفرنیا با ما، و همینطور ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاح طلب از تهران با ما. اجازه بدید که من سوال اول رو از آقای اصغرزاده بپرسم. آقای اصغرزاده، وقتی بحران‌های متعدد رو نگاه می‌کردیم، وسط این بحران به یک بار کرونا هم پیش اومد. از نظر شما بحران رو عمیق‌تر کرد، فضا رو بدتر کرد، زخمی تازه بر مشروعیت بود، یا اینکه برای حکومت زمان خرید؟ سلام به شما آقای دکتر میلانی و بینندگان شما، و ابراز تسلیت و تأسف به خاطر جانباختگان بیماری کرونا. مسئله کرونا مسئله جهانی است، یعنی روی همه حکومت ها اثر گذاشته، کارایی حکومت ها رو به آزمون گرفته. در مورد ایران هم طبعا حالت دوگانه داره، مثل شمشیر دو لب میمونه، و اون اینکه اگر حکومت ایران بتونه بر این بیماری فائق بیاد و به خوبی این بحران رو عبور کنه، مشروعیتش اضافه میشه. یه نکته مهم رو باید در نظر بگیریم و اون اینه که کرونا در سراسر دنیا باعث تقویت دولتدار بودن شده، یعنی خیلی از ملت‌ها، خیلی از نیروهایی که اساساً دولت رو شر می‌دونستن، الان فکر می‌کنن دولت چیز خوبیه، دولت باید بالا سرشون باشه، با اقتدار هم عمل بکنه، سیستم بهداشتی رو باز تولید بکنه، نگهداری بکنه و جلوی قربانیان بیشتر رو بگیره. در مورد ایران هم به نظر میرسه اتفاقاً بعد از شهادت شهید سلیمانی و اتفاقی که افتاد در ایران، اون تظاهرات گسترده و اینها، نشون میده که پایه‌های مشروعیت نظام چندان هم که گفته میشه متزلزل نیست. و در مورد قضیه کرونا هم خب پرده پوشی یا پنهانکاری‌هایی که گاهی اوقات متهم میشه حکومت ایران، همه دولت‌ها در سراسر دنیا متأسفانه در ابتدای کار ابتدا شروع کردن به انکار
و بعد تخفیف دادن قضیه و اینکه اصلا مسئله مهمی نیست و بعد هم شروع کردن نسبت دادنش به دشمن خارجی و بیگانه و اینها. این پرده پوشیه که دو هفته اول ایرادی است که در همه دولت‌ها به خصوص چین و امریکا و البته در مورد ایران هم من معتقدم که اشتباه دولت ایران این بود که اون دو هفته طلایی نخست بیماری کرونا که باید اطلاع رسانی میشد سهل‌انگاری شد در موردش و بعد هم اساسا دولت تا شب عید و اینها جدی نگرفت و این باعث شد که یه مقداری کنترل از دستشون خارج بشه، ولی بعد از اون مسلط شد و الان به خاطر وضعیت اقتصادی خب میدونید ایران به رغم درست همون خصوصیات کشورهای دیگه که در زیر فشار کرونا هستند، خب کشور ایران تحت یک فشار مضاعف و حداکثری از طرف امریکاست و میرسیم به تحمل میکنه. فرصت پیدا بکنیم که به ابعاد اقتصادی قضیه هم نگاه مختصری بکنیم. آقای میلانی شما در این زمینه چی فکر میکنید؟ دوباره سلام عرض میکنم، من هم سلام عرض میکنم و تسلیت میکنم به مردم ایران به خاطر این فلاکتی که در نتیجه بیکفایتی این رژیم بر سر مردم ایران آمده. من در این که احترام فراوانی قائل هستم برای مهمان عزیزتون، با بیشکم همه نظراتشون مخالف هستم، به این معنا که درسته این بلیه جهانی است، ولی گسترشش در ایران در نتیجه بیکفایتی و دروغ‌ها و خرافه پرستی هایی است که رژیم داشت. اگر قم رو از روز اول قرنطینه می‌کردند، اگر مشهد رو از روز اول قرنطینه می‌کردند، اگر تهران رو قرنطینه می‌کردند، اگر آقای روحانی اون خزعبلات رو نمی‌گفت، اگر آقای خامنه‌ای توسل به جعفر طیار نمی‌کرد، اگر منادیان طب اسلامی اون فضاحت رو به کار به بار نمی‌آوردند، اگر فرمانده سپاه مستعان متوسل نمی‌شد، ایران لزومی نداشت که الان یکی از سه بدترین کشور جهان باشه. درسته این بلیه طبیعی است، ولی بلیه اجتماعی که استبداد ایران هست و خودمحوری رژیم هست و عنادورزیش با جهان هست و ستیز بیرویش با آمریکا هست و فساد اقتصادی که دامن کمر اقتصاد ایران رو شکنده، باعث شده که اون بلیه بدتر بشه. ما نباید خودمون رو دائم با بدترین کشورهای جهان مقایسه بکنیم. چرا دوست عزیز ما رو با چین مقایسه میکنید؟ چرا با کره مقایسه نمیکنید؟ وقتی که این رژیم قدرت رو در ایران در دست گرفت، اقتصاد ایران با کره قابل قیاس بود. ببینید کره با این بحران چه کرد و ایران چه کرد. کره از آمریکا هم سلوکش بهتر بود. من نمیگم آمریکا اشتباه نکرد، آمریکا اشتباهات بسیار زیاد کرد، آقای ترامپ اشتباهات بسیار زیاد کرد، تو اونش هم پس خواهد داد به گمان من. ولی اینکه هی بگیم دیگران هم این کار رو کردن پس ما کردیم، این مسئله رو نجات نمیده. اقتصاد ایران رو آمریکایی ها داغون نکردن، اقتصاد ایران رو شعارهای توخالی آقای خامنه ای، اقتصاد جهادی، چپاول اقتصاد کفایتی از بین برد. اونها رو تا حل نکنیم، این بحران هایی که در رژیم ایجاد شده به گمان من حتما تشدید خواهد شد. زمان براش کوتاه مدت خرید، ولی در دراز مدت به نظرم بحرانش رو جدی تر کرد. آقای اصغرزاده. بله بله آقای دکتر میلانی، در مقام یک مورخ برای من شخصیتشون قابل احترامه، ولی در مقام یک چهره اپوزیسیون خب من حرفاشون رو قبول ندارم. تو دوره بحران تو همه کشورهای دنیا اپوزیسیون ها پرچم سفید رو بالا بردن، ساکت شدن. اصلاح طلب ها اصلا توی ایران تنش رو کنار گذاشتن به خاطر اینکه حکومت بتونه این بحران رو برش فائق بشه. جناب آقای دکتر میلانی، بخشی از فرمایشاتتون درسته، ولی بخشیش رو من قبول ندارم. اینکه بگیم که تو این شرایط بی ناتوانی این حکومت باعث شده که کرونا اینقدر گسترش پیدا کنه، یادتون باشه یک حکومت توی دنیا اگر ناتوان بشه در مبارزه با کرونا، بقیه کشورهای دنیا رو هم میتونه آسیب بهشون برسونه. مسئله این که حکومت‌ها قادر باشند با همکاری با همدیگه و احترام گذاشتن به علم و دستاوردهای علمی مقاومت کنند در مقابل یک همه‌گیری، یک امر خیلی منطقی است.
من نمیپذیرم که الان ما حالا تصفیه حساب بخوایم بکنیم با حکومت ایران و شروع کنیم به سیاهه دادن که آره این ضعف ها رو داره. خب نقاط قوتش هم میشه برشمرد. شما میدونید یک حکومت اگر ضعیف باشه، اگر از پادر بیاد فرو بپاشه، دومینووار بقیه حکومت ها بقیه ملت ها رو میپاشونه. الان اتفاقی که داره میفته در سطح دنیا اینه که هم ملی گرایی و هم پوپولیز و عوام فریبی و هم یک نوع اقتدارگرایی داره شکل میگیره در امریکا، در اروپا، در کشورهای آسیایی. و خب این خطر وجود داره. وقتی دوست عزیزم جناب آقای دکتر میرانی در مقام اپوزیسیون شروع میکنه به برخورد کردن با حکومت ایران، طبیعیه که خب جریانات تندرو هم در ایران همین کارو میکنن. انتقاد کردن رادیکال از حکومت الان به نظر من اتفاقا یه چیز محافظه‌کارانه است، به نفع تندروهای امریکایی است، به نفع بخش‌های نجات پرست تندرو تو اروپا است که بگن خب حکومت آخوندا رو ببینید، این حکومت داره مردم رو مثلا میخواد ادرار شطور بهش بده یا میخواد دعا براش بخونه، در صورتی که شما میدونید بخش هستی اصلی حکومت مقاومت کرد در مقابل تندروها. و اگر هستی اصلی قدرت در ایران و به خصوص مراجع مذهبی مقاومت نمی‌کردن، خب این آرامگاه‌ها باز بود، اونایی که ذریح فلزی رو می‌لیسیدن الان قدرت بیشتری داشتن. برابر این اینطوری نیست که ما با مسئله یک طرفه سیاسی، من به هیچ وجه نمیخوام شخصیت دوست عزیز و استاد خودم دکتر میلانی رو زیر سوال ببرم، ولی خواهشم از ایشون و از تمام کسانی که دلشون برای این مملکت میسوزه و من امیدوارم یه روزی به راحتی اینها بیان به سرزمین مادری خودشون. یکی از اشکالات حکومت با در 40 سال گذشته شرایطی بوده که بخش مهمی از متفکرین و مغزهای ما خب خارج شدن از کشور و این الان ما میفهمیم چه ضرری داریم میکنیم. آقای میلانی، یکی از چالش‌های احتمالی حکومت اعتراض‌های خیابانی بود، به اوج خودش رسیده بود. کرونا و قرنطینه به نظر شما این چالش رو دست کم به شکل موقت از سر حکومت دور نکرده؟ حتما دور کرده. همونجوری که گفتم، به گمان من در کوتاه مدت برای اینکه بحرانی جدی‌تر از بحران‌های قبلی ایجاد کرد، بحرانی که جهانی است، بحرانی است که اصلا زندگی رو اونچنان که می‌شناسیم به خطر انداخته، حتما در کوتاه مدت کسی رغبت و رمق تظاهرات خیابانی نداشت. ولی علت تظاهرات خیابانی در آبان مثلا یک سال پیش که بیش از 1000 نفر رو این رژیم کشت و هنوز رقمی در موردش نداده، اینکه الان اینا رو مطرح نکنیم، من به عنوان اپوزیسیون اینا رو مطرح نمیکنم، من اینا رو به عنوان یک تحلیلگر سیاسی مطرح میکنم. تا این مسائل رو مطرح نکنیم نمیشه این مسائل رو حل کرد. شما میتونید بگید که من با رادیکال های آمریکا همدل شدم، من نمیخوام بگم که شما هم با رادیکال های ایران همدل شدید. شما حق دارید هر نظری داشته باشید، منم برای شما بسیار احترام قائلم، ولی تا نیاییم و تا اصلاح طلبان نیان و مسائل رو به طور جدی مطرح نکنن، اون بحران اقتصادی که باعث اون تظاهرات شد و باعث شد هنوز 7000 نفر در زندان باشن و حدود 1000 نفر کشته بشن، رقم محتاطش رو بگیریم 600 نفر کشته بشن و رژیم تا به حال یک بار مسئولیت رو نپذیرفته، تردیدی من ندارم که در افق آینده ایران هست، در افق کشورهای دیگه هم هست، یک بحران اقتصادی عظیم در راه هست. اقتدارگرایی به گمان من حتما ایشون درست میگن در راهه، پاپولیزم حتما در راهه، ولی ایران 40 سال به ملعنت اقتدارگرایی و بدترین شکل اقتدارگرایی که یک نفر خودش رو ولی مردم میدونه، عاقل‌تر از همه مردم میدونه، همون یک نفر آقای خامنه‌ای سخیف‌ترین فرم پاپولیزم رو بر این مملکت حاکم کرد، همون آقای احمدی نژاد بود که در طلایی‌ترین فرصت اقتصادی ایران سرمایه نفت ایران رو به باد داد. اگر اون ملعنت نبود الان ایران محتاج 5 میلیارد دلار وام IMF نمی‌شد. اقتصاد ایران میتونست این مسئله رو همونطوری که کله داره حل کرد حل بکنه، کارگرها رو بیکارها رو بهشون حقوق بده، زود سر کار نفرسته. خب آقای اسقرزاده، شما اشاره کردید که دست کم به شکل نسبی مشروعیت ترمیم پیدا کرده، حکومت چه کاری کرده که باعث دلجویی مردم شده باشه و گامی باشه برای تصحیح اشتباهات گذشته؟ ببینید، مهمترین مسئله اینه که
مردم نگاه میکنن ببینن آیا بهداشت و امنیتشون تامین میشه. خب حکومت هایی که غیر غربی هستن مثل ایران و به قول مشهور دارای یه سیستم متمرکز هستن، سیستم بهداشتیشون و زیر ساختاشون تا حدودی باقی مونده در اختیار دولت، تقویت شده. البته ایرادایی وجود داره، ولی کشورهای غربی و کشورهای به خصوص نئولیبرال یا کشورهای سرمایه‌داری که بخش درست مثل آموزش بخش بهداشتشون رو خصوصی سازی کردن، خب در معرض این بحران دچار مشکل شدن. الان مردم نه فقط ایران، مردم همه دنیا، همونطور که آقای دکتر میلانی هم نکته درستی رو گفتن که ما چرا باید خودمون رو با چین مقایسه کنیم، با کره جنوبی. مقایسه یه امر خیلی طبیعی است. مردم مقایسه میکنن، میگن که چرا باید، و این چرا باید ما در این وضعیت باشیم، این سوال ایجاد میکنه که آیا این حکومت قادر بوده منابعش رو تخصیص بده به زیر ساختای بهداشتی؟ فعلا به نظر میرسه مردم ایران از وضعیت موجود رضایت دارن و تا حدودی قبول دارن که این فشار روی بخش پزشکیه. البته من قبول دارم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ روانی تاثیرات خوب نسبتا عمیقی داره. ولی آقای اسکرزاده، از کجا میگید مسئله... مردم ایران رضایت دارن؟ نظرسنجی صورت گرفته یا نهادی مستقل این موضوع رو بررسی کرده؟ خب این حالا ببینید آقای موسوی، این قابل به این لحاظ قابل گفتن نیست. مردم منبع اصلیشون صدا و سیما هست و به خود اخبار صدا و سیما چندان اعتمادی ندارن و تو فضای مجازی مثلا آماری رو که اعلام میشه به طنز میگیرن. اما خب یه واقعیت هم وجود داره، ما تو ایران زندگی میکنیم، فامیل داریم، خانواده داریم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم اعداد و ارقامی که راجع به چه بیماران کرونایی و چه جانباختگان وقتی مطرح میشه چندان، حالا امکان داره یه درصدی مثلا بیشتر باشه که این رو خود تو داخل سیستم ایران هم اختلاف نظر هست گفته میشه، ولی چندان وحشتناک مثل اون چیزی که در اروپا، در کشور اسپانیا یا ایتالیا یا فرانسه و یا در امریکا رخ داد نبوده. اینکه آیا مردم از این راضی هستن یا نیستن، خب این امکان وجود داره که خیلی از بیمارا به بیمارستانا مراجعه کنن و تحت مداوا قرار بگیرن. میدونی جامعه ایران جامعه مذهبی است، نهادهای مدنی کمک میکنن. یعنی من میخوام بگم که اون فضای پروپاگاندای اپوزیسیون یا تو فضای مجازی که وجود داره، این علاوه شده بر اون تحریم همه جانبه و فشار حداکثری. یه واقعیت اینه که خب سیستم بهداشتی ایران تحت فشاره، پزشکان، پرستاران، ولی الان مردم نگاه به پزشکان و پرستاران میکنن، نگاه به اون آخونده یا اون روزخون یا اون مداحه که نمیکنن، و این نکته خیلی مهمیه و از این رضایت دارن که سیستم بهداشتی داره اداره میکنه این همگیری رو و اون سازمان اداری که داره اداره میکنه سازمان دولت هست. رئیس جمهور در رأسش، حالا درسته امکان داره آقای روحانی یه مقداری شلوول و پس و پیش کرده و ضعیف عمل کرده، ولی اینکه دولت مسئول این کاره و یک حکومت نظامی اداره نمیکنه بازی رو و اصلا فضای بسته نشده، انتقادها وجود داره، اتفاقات داره میفته، اینا نکاتی نیست که مردم در نظر نگیرن. من قبول دارم قرنطینه شدن با اشکال مواجه شده، بسته شدن دانشگاه ها، احزاب، روزنامه ها، اینا همش ایراد وجود داشته، ولی در کل به نظر من حکومت ایران تا اینجاش طوریست که همین الان اگر کرونا قطع بشه، حالا امکان داره بعد مردم برگردن سوال کنن که خب آبان چرا بنزین گرون شد، چرا اون اتفاقاتی که آقای میلانی میگه افتاده. حالا اون اعداد و ارقام من قبول ندارم، ولی بالاخره این سوالات مطرحه. ولی الان مسئله اصلی هم مردم ایران هم مردم دنیا این هست که آیا یک حکومت میتونه جلوی این بیماری وحشتناک رو بگیره. این بخش سخت افزاریش میشه همین اتفاقاتی که تو زیر ساخت پزشکی میفته، بخش نرم افزاریش تبلیغاتی میشه که هر دولتی با پرده پوشی سعی میکنه ضعفای خودش رو بپوشونه و در مورد همه حکومت‌ها این هست. آقای میلانی، من از مجموع حرفای شما اینطور میفهمم که به نظر شما دیوار بی‌اعتمادی میان حکومت مردم کوتاه‌تر نشده، وضعیت بهتر نشده. وقتی به تناقض در آمارها هم نگاه میکنیم دیدگاه شما تایید میشه. خب این بی‌اعتمادی، این اتفاقایی که افتاده بود قبلا و کرونا هم بر اون اضافه شده، به نظر شما به چه شکل بروز خواهد کرد؟ از کجا بیرون میزنه؟ ببینید، یه نکته در مورد مطلبی که ایشون هم گفتند من اضافه بکنم.
همونطور که شما هم پرسیدید، ما که همه پرسی نداریم که بدونیم، ولی از بعضی صحبت‌هایی که در داخل خود ایران میشه، روزنامه‌های وابسته به خود رژیم میکنن، بعضی از شخصیت‌هایی که در داخل ایران فعالیت میکنن، آقای قدیانی رو مثلا بخونید، بعضی از نوشته‌های دیگران رو بخونید که نمیخوام نام ببرم، حالا ببرم فردا بگیرنشون چون در بی بی سی بهشون اشاره شده. شما سرمقاله جمهوری اسلامی رو بخونید، سرمقاله جمهوری اسلامی که پروپاگاندا اپوزیسیون نیست. می‌دونید من هر چی که میگم، دوست عزیز من میگه که شما پروپاگاندا اپوزیسیون میکنید، وقتی که خود ایشون تمام حرفای رژیم رو تکرار میکنن، اونها واقعیت‌های علمی پروپاگاندا رژیم نیست. این حرفا رو بذاریم کنار، با جوهر حرف صحبت بکنیم. وقتی که در سرمقاله جمهوری اسلامی میگن چرا خود آقای خامنه‌ای بودجه عظیمی که در اختیارش هست، در بنیاد مستضعفین در اختیار هست، در حساب‌های مختلف در اختیارش هست، چرا آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها نمیان از این پول برای کارگران خرج بکنن؟ اونها امکان داشتن کارگرها و کارمندهای ایران رو سر کار نفرستن. آقای خامنه‌ای اومد گفت مردم به هم کمک بکنن. شما 100 میلیارد دلار در حسابات وجود داره، برای عربستان برای سوریه حاضرید بدید. آقای سلیمانی میتونه بره بنیاد مستضعفین و دستور بده که خرج فاطمین رو از بنیاد مستضعفین بدین. شما نمیتونید به بنیاد دستور بدید که خرج کارگرها رو برای دو هفته دیگه بدید، اینها در خیابون مجبور نشن گرسنگی و با خطر کرونا کار بکنن، کارمندا رو نفرستید. اینها پروپاگاندا خارجی نیست. فردا که این بحران بگذره، تردیدی من ندارم، مردم خیر این رژیم رو خواهند گرفت، خیر روحانیت رو خواهند گرفت که شما چرا سکوت کردید. اونهایی که سکوت نکردن، مرحبا برشون. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، مرحبا برش. اون آقای قدیانی که جرأت میکنه و میگه این حرفا رو، مرحبا برش. ولی اونهایی که سکوت میکنن، اونهایی که فکر میکنن اگه سکوت بکنن در آینده ای ایران سهم بیشتری خواهند داشت، من فکر میکنم صدمه میزنن هم به سرمایه خودشون و هم ایران رو دچار بحران خواهند کرد. ببینید این بحران واقعا به نظر من ابعاد جدی ترش در راه، هنوز ابعاد اقتصادیش در راه. آیا این رژیم کفایت حل این بحران اقتصادی رو داره، بحرانی که در راه؟ آیا شدید شدن این بحران به خاطر سیاست‌های نابخردانه آقای خامنه‌ای نیست؟ این که ما با همه مذاکره می‌کنیم، با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، این که خودتون رو در مقابل چین اونقدر ذلیل کردید که سفیر چین حق داره به وزیر ایران به زبانی تو صحبت بکنه که استعمار انگلیس با سفیر ایران در دوران محمد رضا شاه جرأت نمی‌کرد صحبت بکنه؟ اینها نشان استقلال ایرانه؟ اینها پروپاگاند خارجه، پروپاگاند اپوزیسیونه؟ هر دوی آقایون 30 ثانیه فرصت دارن که جنبندی بکنن. آقای اصغرزاده بفرمایید. اصلاح طلبها بخشی از این صحبت ها رو دارن در داخل تکرار میکنن، مصاحبه میکنن، حرف میزنن، اعتراض دارن به این رفتار دولت چین، سفیر چین نسبت به خیلی از مسائل، راجع به مالیات ندادن بنگاه‌های خاص، راجع به اتفاقاتی که میفته، این حرفا رو میزنن. این فرق داره با اینکه ما بگیم این حکومت اساساً باید الان به صورت بنیادی این تکلیف بشه. به نظر من این گروگان گرفتن شرایط هست برای اینکه ما یه تسویه حساب بکنیم با حکومت تو این شرایط. نه، این اتفاق میفته، حکومت از این بحران که عبور بکنه با اقتدار بیشتری حکومت خواهد کرد. اونجا به نظر من اصلاح طلبان باید بتونند حرف جدیترشون رو بزنن. الان وقت تسویه حساب نیست. به نظر من باید کمک کرد، شرایطی رو ایجاد کرد که همکاری بین المللی. من یه درسی که از فرمایش آقای دکتر میلانی بگیرم اینه که قبول دارم اصلا مبارزه با کرونا به صورت انزوا و در یک جزیره امکان پذیر نیست. درس کرونا به ما این است که دنیا با یک دشمن مشترک مواجهه و فرصت ایجاد شده که ملت‌ها همو درک کنن، نهادهای بین‌المللی رو بپذیرن و طبق پروتکل‌های در حقیقت مشترک عمل بکنن. غیر از اینم قبول دارم، اصلاح طلبانم حرفشون اینه که ما به صورت الان وقتش نیست که با دنیا سر دعوا داشته باشیم، ولی اینکه الان حکومت باید تضعیف بشه که این مسائل حل بشه، من اینو قبول ندارم. حکومت باید با قدرت بتونه کرونا رو عبور کنه ازش. آقای میلانی شما حدود یک دقیقه فرصت دارید. گفتید فردا مردم یقه این حاکمیت رو میگیره. این فردا یعنی یک هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد؟ چه زمان بندی رو شما دارید ازش صحبت میکنید؟ زمانش کار پیشگویانه، ولی اینکه یقه این رژیم رو خواهند گرفت و این مسیر که داره میره برخلاف اون چی که ایشون امیدوار بودن که این رژیم با اقتدار بیشتر حرکت خواهد کرد،
به نظر من این رژیم اقتدارش هر روز بیشتر میشکنه. سپاهی که فرماندهش میاد و اون برنامه مضحک رو به عنوان راهگشا ارائه میده، نمیتونه راه حل آینده ایران باشه. ایران در مفهوم وسیعش، یعنی همه ای کسانی از جمله خود ایشون که به نظر من دل برای ایران میسوزونن و حتما دلشون میخواد که ایران بهتری داشته باشیم، ولی خیلی دیگران هم هستن که اصلاح طلب نیستن، در ایران هستن، بعضی ها هستن در خارج که نمیخوان تصفیه حساب بکنن، نمیخوان با پول عربستان ایران رو بربندازن، میخوان با تکیه به ایران ایران رو اصلاح بکنن. من از اونا هستم، من نمیخوام با کمک آمریکا و عربستان بیام ایران رو بگیرم، اصلا سودای قدرت ندارم، ولی فکر میکنم یک ایران وسیعی وجود داره. متشکرم. اونها میخوان ایران رو نجات بدن، اون ایران ایران رو نجات خواهد داد و خیر این رژیم رو خواهد گرفت. سپاسگزارم از عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، از پالو آلتو ایالت کالیفرنیا آمریکا، ابراهیم عزیزاده فعال سیاسی اصلاح طلب در تهران از ایران با ما. ایران صندوق بین المللی پول را به دلیل تأخیر در رسیدگی به درخواست وام فوریش به سیاسی کاری متهم کرده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران از رئیس این نهاد خواسته ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و درخواست ایران را به هیئت اجرایی صندوق ببرد. آمریکا قبلا گفته بود با پرداخت وام 5 میلیارد دلاری به ایران مخالف است، چرا که معتقد است ایران چنین پولی را صرف گروه‌های مسلح مورد حمایتش می‌کند. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد. درهای دنیا به دست‌های ساکنان این ساختمان در واشنگتن پایتخت آمریکا است. ساختمان صندوق بین‌المللی پول، نهادی که از یک ماه و نیم پیش اعلام کرده آماده است به کشورهای کرونا زده جهان وام فوری بدهد، ولی پاسخ ندادنش به درخواست ایران بعد از 40 روز صبر مقام‌های تهران را لبریز کرده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته از کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌خواهم درخواست وام فوری ما را به هیئت اجرایی ببرد. خانم جورجیوا باید ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و به وظایف حرفه‌ایش عمل کند. آمریکا مخالف جدی دادن وام به ایران است، چرا که معتقد است ایران هر گونه کمک مالی را صرف حمایت از حوثی‌های یمن و گروه‌های شبه نظامی دیگری می‌کند که متحد ایرانند. به گفته عبدالناصر همتی این تحریم‌های آمریکاست که باعث شد ایران دست یاری به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کند. تحریم‌هایی که در کنار حضور ایران در فهرست سیاه FATF بانک‌های خارجی را به مراوده با ایران بیمیل کرده و موجب محدودیت در دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی اش شده. بیش از یک سال پیش بود که اروپایی‌ها راه اندازی سازوکار اینستکس را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اعلام کردند. بانک مرکزی ایران می‌گوید با اختصاص وام از کانال اینستکس همه می‌توانند مطمئن شوند که ایران از این وام تنها برای واردات مواد غذایی و دارویی استفاده می‌کند. ولی به گفته صندوق بین‌المللی پول دلیل تأخیر در رسیدگی به درخواست وام ایران چیز دیگری است. به دلیل اینکه ما این اواخر تعاملات محدودی با ایران داشته ایم، فرایند دریافت اطلاعاتی که معمولاً برای بررسی چنین درخواستی به آنها نیاز داریم به درازا کشیده. عبدالناصر همتی این استدلال را رد کرده. ما همه اطلاعات و داده های مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول برای بررسی درخواستمان را ارائه داده ایم. این اطلاعات و تازه ترین آمارهای اقتصادی در سایت بانک مرکزی ایران موجود است. شیوع ویروس کرونا کرکره بسیاری از مغازه‌های پایتخت ایران را هم پایین کشیده. به گفته رئیس بانک مرکزی، ایران برای مهار بهداشتی و مقابله با شوک اقتصادی این بحران به 10 میلیارد یورو ارز نیاز دارد. مبلغی که با ادامه بحران شاید بیشتر هم بشود. بهرنگ تاج‌دین، BBC. در آمریکا که بیشترین موارد اعلام شده ابتلا به کرونا را دارد، شمار مبتلایان به 800 هزار نفر رسیده. آمار کسانی که جانشان را از دست دادن هم از 40 هزار نفر گذشته. از حدود 4 میلیون نفر آزمایش ابتلا به کرونا گرفته شده. در همین حال بحث رئیس جمهوری آمریکا با فرمانداران درباره کاهش محدودیت‌های مربوط به مهار کرونا ادامه دارد. دونالد ترامپ می‌خواهد این روند آغاز شود، ولی مقام‌های ایالتی می‌گویند هنوز آماده نیستند. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن الان از مقابل یکی از مراکز توزیع غذای رایگان
به ما پیوسته. هادی، اول برای ما از میزان کمک‌هایی که دولت آمریکا برای شهروندان آسیب دیده در نظر گرفته بگو و صف متقاضیان رایگان که در ایالت‌های مختلف ظاهراً شکل می‌گیره و این روزها هم رسانه‌ها اون رو منعکس می‌کنند. بله، تصویر خیلی پربیننده ای از ایالت‌های مختلف، خبرگزاری‌های مختلف مخابره کردن، رسانه‌های محلی و در نقاط مختلف این صف‌ها تشکیل میشه. اینجا یکی از نقاطیه که مطابق معمول غذای رایگان به نیازمندان ارائه میکنن، ولی خب الان در این شرایط متقاضیان این در واقع کمک‌ها خیلی بیشتر هستن، تعداد خیلی بیشتری دارن و هر چند دقیقه بار یک صفی درست میشه، ولی خب چون بسته‌های غذایی رو آماده کردن فورا به افراد میدن، به خصوص برای حفظ فاصله اجتماعی هر چه سریع‌تر صف رو خلوت بکنن. در نقاط دیگه‌ای صف‌ها طولانی‌تر شده، بعضی‌ها با ماشین این خدمات رو ارائه کنن می‌کردن، یعنی با صف افراد در خودروی خودشون صف می‌بستن و این خدمات رو دریافت می‌کردن. با توجه به روند بیکاری میلیون‌ها نفر در آمریکا بر اثر تعطیلاتی که برای مهار ویروس کرونا صورت گرفته، الان بیش از 22 میلیون نفر حداقل به طور رسمی اعلام کردن که بیکار شدن. با این توجه عده زیادی هم هستن که بضاعتشون بنزه قبل نیست، هرچند دولت آمریکا در اون بسته 2.2 تریلیون دلاری که ارائه کرده هم حداقل یک بار کمک نقدی به هر فرد برای 1200 دلار داده، افرادی که زیر 75000 دلار درآمد دارن و افرادی که بیشتر دارن به نسبت کمتر، و همینطور برای افرادی که بیمه بیکاری دارن میگیرن 600 دلار علاوه بر زمان قبل، علاوه بر متوسط پرداخت بیمه بیکاری داره بیشتر پرداخت میکنه. در همین حال سمنها، گروه های مردم نهاد، سازمان های غیر دولتی هم دارن کمک های مردم رو جمع میکنن که علاوه بر اون کمک های دولتی به افراد کمک برسونن. مدت ها بوده که شیب منحنی مبتلایان به کرونا در آمریکا رو به بالا بوده، الان مدتی که به نظر میاد این شیب مسطح شده یا از سرعتش کمتر شده، درسته؟ همینطوره، به خصوص در نقاط بحرانی مثل ایالت نیویورک، مقام های محلی میگن که الان در واقع این منحنی به فلات رسیده، در سطح بالا مونده، تعداد کم نشده، تعداد کل بیماران و مبتلایان، ولی در سطح بالا صاف شده این منحنی، یا حداقل به سمت صاف شدن داره میره. در چندین ایالت مثل نیویورک این روند چندین روزه که ادامه داره و همین شده که صحبت‌ها در مورد کاهش محدودیت‌ها رو در آمریکا تقویت کرده. از گروه‌های مخالف این محدودیت‌ها در روزهای گذشته تظاهرات کردند، بعضی این تظاهرات تجمعشون به بیش از چند صد نفر رسید که خیلی نگرانی‌ها درست شد در مورد اینکه خود این تجمع ممکنه که این افراد رو بیشتر در معرض بیماری قرار بده، تا مقام‌های ایالتی که دارن حرف از این می‌زنن که این محدودیت‌ها باید گام به گام و مرحله به مرحله برداشته بشه. ممنونم از هادی نیلی، همکارم در واشنگتن. سلماز محدث، پرستار در شهر سیاتل آمریکا، هم با ما هستند. خانم محدث، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو دادید به ما. کرونا در آمریکا تقریبا از ایالت شما شروع شد، وضعیت آزمایش کرونا در اونجا چطوره؟ سلام های موسوی، خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به برنامه‌تون. میتونم بهتون بگم که وضعیت آزمایش توی این شهر خیلی خیلی بهتر از توی این ایالت خیلی بهتر از ایالت‌های دیگه هستش. بهداشت عمومی اومده یک کیتای تست رو برای همه عموم آزاد گذاشته که میتونیم قشنگ اینا رو یعنی میتونن اوردر بدن آنلاین، درخواست بکنن، کیتا میاد دم در خونه همشهری ها استفاده میکنن، همون روز هم یکی میاد ازشون میبره به دانشگاه واشنگتن تست میکنه، تا 2 تا 3 روز بعد میاد دم در، یعنی جواب بهتون داده میشه. از نظر تست، برای تستایی که توی بیمارستان ها و سازمان هایی که من توشون کار میکنم و خودم جزو یکی از تسترها هستم، ما خواهش کردیم از مراجعین، اونایی که علائم دارن، با ماشین تشریف میارن، البته وقت قبلی میگیرن، با ماشین میان
با ماشینشون وارد اون محلی که اختصاص دادیم به این کار قرار میگیرن. ما یکی یکی میریم تستشون میکنیم، کمتر از 10 ثانیه طول میکشه، یعنی از ورودشون به اون پارکینگ یا اون محلی که بهشون براش اختصاص دادیم تا انجام تست کلن 5 دقیقه طول میکشه. اگر کادر درمانی باشی در عرض 24 ساعت جواب داده میشه، اگر یک شهروند عادی باشی از 3 تا 5 روز کاری. باید خیلی سخت باشه به خاطر اینکه همه سعی میکنن فاصله خودشون رو حفظ کنن، شما میرید به سمت کسانی که ممکنه کرونا داشته باشن. بله، ما بالاخره پوشش حفاظتی داریم آقای موسوی. من قبلا هم گفته بودم توی شبکه دیگه که این پوشش‌های ما مثل بقیه شهرهای دنیا، مثل بقیه کشورها، ما پوشش‌هامون کامل نیست. تجهیزات پوششی مثل ماسک و اون پوش حفاظ صورتیمون، اون روپوشامون، همه‌شو می‌شوریم و استفاده می‌کنیم در طول روز، مگر اینکه واقعاً کثیف بشه و مجبور شیم بندازیم دور. ولی خب با الکل می‌شوریم. من فقط میخوام همشهری و دوستان بدونن که ما سلامتی اونا رو به خطر نمیندازیم. ما خودمون میریم جلو با کمترین تماسی که میتونیم باشون داشته باشیم و اون تست رو انجام میدیم. خیلی خیلی کوتاه اگه بگید، وقتمون خیلی زیاد نیست، بخشی از کار شما مشاوره دادن به شهروندانه. اگه بخواید به کسانی که مثلا در ایران هستند یک مشورت مهم، یک توصیه مهم بکنید، چی میگید؟ من میگم اگر مریض هستین و اگر میبینین علائم رو دارین، خواهش میکنم از تست کردن نترسین. میدونم یه کار سختیه، میدونم یه ذره ناراحت کننده است که یک کیتش خیلی نازک وارد بینی شما میشه. نترسین، اگر امکانشو دارین برین تست بکنین. اینجوری مطمئن میشین که اگر دارین از اطرافیانتون محافظت کنین، به اونهایی که گرفت تماس داشتین تماس به اونها تماس بگیرین و بگین که اون حالت قرنطینه جدی رو انجام بدن که از پخش شدن این بیماری جلوگیری بکنه. ممنونم از سلماز محدث، پرستار در شهر سیاتل آمریکا. مرسی از شما. آرزو میکنم که موفق باشید. خیلی ممنونم. قیمت نفت خام آمریکا شاهد سقوطی بی سابقه است. هر بشکه نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت حالا کمتر از 2 دلار معامله می شود. با شیوع کرونا در جهان تقاضا برای نفت هم به شدت کاهش یافته. در آمریکا انبارها پر شده از نفت بی مشتری و همینطور قیمت نفت این کشور را به کمترین حد رسانده. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد. کابوس طلای سیاه در آمریکا، کابوس بی سابقه در چند دهه اخیر. انبارهای ذخیره نفت پر است، تقاضا به شدت پایین. شرکت ها در پی گسترش ویروس کرونا بدترین روزها را از بحران مالی 12 سال پیش تجربه می کنند. حالا قیمت نفت خام شاخص آمریکا وست تگزاس اینترمدیت به زیر 2 دلار رسیده، یعنی هیچ. حجم نفت در انبارهای آمریکا به خصوص در کاشینگ و اوکلاهوما بالاست، خریدار نیست. تقاضای جهانی برای نفت 30% کم شده. کشورهای تولید کننده نفت هفته پیش توافق کردند عرضه را از اول ماه آینده میلادی روزانه 9,700,000 بشکه کم کنند. حدود 10% عرضه جهانی. آمریکا هم از حامیان جدی این اقدام بود، اما به نظر این کاهش تأثیری بر قیمت در بازار نداشته. بازارهای جهانی پیام تولید کنندگان را نادیده گرفتند. بزرگترین اقتصاد جهان هم حالا مبتلا به کرونا است. آنگونه که دونالد ترامپ از آن نام میبرد، دشمن نامرئی دستش گلوگاه نفت و صنعت دنیا را میفشارد. مرساد کهن روز، بی بی سی. سارا وخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن. باز خانم وخشوری، نفت بالا و پایین خیلی داشته، ولی یک بشکه نفت حالا از هر نوعی 2 دلار آخه. بله، حتی تا الان که ما با هم صحبت میکنیم حتی پایین تر از اون هم رسیده.
اما یه نکته که خیلی مهمه اینه که این قرارداد نفتی که الان قیمتش ذکر شده و امروز همه رو ملتهب کرده، قراردادیه که فردا باطل میشه در بازار بورس و برای تحویل در ماه می هست. و اگر شما قراردادهای ماه آینده رو نگاه کنید، قراردادهایی که برای هم در ماه جون هست، هنوز حدود 20-22 دلار هستن. صحیح. چرا کار به اینجا رسید؟ به دلیل اینکه در ماه آوریل که الان ما در این ماه هستیم، در جلسه قبلی اوپک در ماه مارس، روسیه و عربستان به توافق نرسیدن که تولیدشون رو کم کنن و اعلام کردن که از اول ماه آوریل بازار آزاده و هر کی هر چقدر بتونه تولید میکنه. عربستان در حد ماکسیمم، نهایت حدی که میتونست تولید کرد، و الان این قراردادی که الان به حتی فکر کنم تا الان که ما با هم صحبت میکنیم حتی نزدیک به 1 دلار و زیر اون رسیده، در حدیه که این قرارداد داره به حالت فیزیکیش نزدیک میشه، یعنی باید حمل بشه، ولی نه متقاضی داره و نه مخزنی هست برای ذخیره اون، برای که مخازن همه پر شدن چون عرض خیلی بیش از حد نیاز در بازار و تقاضایی هست که به خاطر بیماری کرونا به شدت ضربه خورده. اما برای ماه بعدی، قراردادهای ماه بعد برای تحویل در ماه جون و قراردادهایی که مربوط به ماه می هستن، خیلی کم بالاتر هستن، به دلیل همون گزارشی که همکارتون گفت، اوپک و روسیه و غیر اوپک و آمریکا و کشورهای جدیدی به این نتیجه رسیدن که تولیدشون رو کاهش بدن. یعنی اینکه در ماه آینده ما عرضه کمتری خواهیم داشت و بازار امیدوار هست که یک مقدار این لغو تردد مردم دنیا به خاطر ویروس کرونا یه مقدار کاهش پیدا کنه و تقاضا افزایش پیدا کنه، برای همین قیمت بالاتره. اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی اینکه حالا یه مدتی به همین شکل باشه، آیا ممکنه که قیمتی که برای ماهای بعد شما اشاره کردید توافق شده یا الان ارائه میشه بر روی اون اثر بگذاره و برای مدتی طولانی تر ما شاهد قیمت پایین نفت باشیم به شکلی کم سابقه، اگر نبی سابقه؟ البته بازار به یک حالت تعادل میرسه. قرارداد امروز ممکنه تا پایان وقت، حتی بعضی انتظار دارن که منفی هم بشه، به دلیل اینکه الان فقط همه منتظر هستن که یکی بیاد و این نفت رو بخره، که چون جایی برای ذخیرش واقعا وجود نداره. و نفت خام آمریکا مخصوصا به خاطر اینکه نفت سبک هست و توی پالایشگاه که پروسس میشه بیشتر مواد سبک مثل سوخت جت، بنزین و دیزل تولید میکنه و این سه سوخت بیشترین ضربه رو به خاطر کرونا و عدم حرکت مردم و در خانه نشستن، سوار ماشین و هواپیما نشدن، بیشترین ضربه رو دیده. حتی در داخل خود آمریکا تقاضا برای بنزین کاهش پیدا کرده. اگر که در پایان این ماه و برای ماهای آینده دولت آمریکا و کلا در دنیا این در خانه نشینی رو کمتر کنن و عبور و مرور مردم بیشتر بشه، با توجه به کاهش تقاضا عرضه اوپک پلاس و کشورهای دیگه تولید کننده، بازار به یک تعادل میرسه و حتی خیلی ها امیدوارن که یک مقدار بالاتر از 20 دلار قرارداد آینده برسه. در هر صورت این تقاضا به صورت آروم یواش یواش افزایش پیدا میکنه تا آخر امسال که ما برسیم، مخصوصا در آمریکا تولید نفت به دلیل هزینه بالاتر از قیمت‌های بازار به شدت کاهش پیدا می‌کنه و بازار به یک تعادلی خواهد رسید. یعنی امیدواریم که برسید. ممنونم از سارا وقشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن. در 40 سال اخیر بارها دشمنی بین ایران و آمریکا تا مرحله یک درگیری مستقیم بالا رفته. تنش‌های لفظی و چنگ و دندان نشان دادن دو طرف به یکدیگه موضوعی تازه نیست، ولی وقتی نظامیان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند هشدار دهنده است. خلیج فارس و تنگه هرمز در چند دهه گذشته عرصه این رویارویی‌ها بوده. مشخصاً عبور قایق‌های تندروی سپاه و ناوهای آمریکایی از کنار هم بارها نگاه‌های نگران رو به این طرف و این نقطه از جهان برگردونده. این تصاویر
که ارتش آمریکا منتشر کرده میگه که مربوط به واقعه‌ایه که هفته گذشته رخ داده. بوقای مکرر یکی از 6 ناو آمریکایی اخطاری بوده به قایق‌های تندرو سپاه که از اونها دور بشن. طرف آمریکایی میگه ایرانی‌ها با 1 ساعت تأخیر به هشدارها پاسخ دادند و بعد هم البته دور شدند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در اطلاعیه خودش بعد از واقعه گفته که 11 قایق تندرو سپاه بارها با سرعت بالا و به شیوهی بسیار تحریک‌آمیز به ناوهای آمریکایی که در حال مانور در آبهای بین المللی شمال خلیج فارس بودن نزدیک شدن و تا 10 متری دماغه یکی از ناوها هم جلو رفتن. البته در اطلاعیه طرف آمریکایی از این ناحیه جغرافیایی به عنوان شمال خلیج عربی یاد شده. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که دولت این کشور در حال بررسی گزینه‌های موجود برای واکنش به این اتفاق و نشون دادن ناخشنودی خودش از این واقعه است. سپاه پاسداران اما ادعای طرف آمریکایی رو سناریوی هالیوودی توصیف کرده. نیروی دریایی سپاه گفته که رفتار آمریکایی‌ها غیر حرفه‌ای بوده و این آمریکایی‌ها بودند که حدود 10 روز پیش از این ماجرا 2 بار مسیر مأموریت گشت‌زنی یک کشتی آمریکایی رو سد کردند و سپاه رو وادار کردند تا برای باز کردن راه کشتی وارد عمل بشه. سپاه پاسداران فیلمی هم منتشر کرده که میگه مربوط به اون ماجراست و در اون با طرف آمریکایی به فارسی تبادل پیام میشه. در این فیلم سپاه هشدار میده که هیچ کشتی و شناور ایرانی در آبهای این کشور نباید هدف پرسش یا توقیف قرار بگیره. به نام خدا، قابل توجه کلیه شناورهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف حاضر در خلیج فارس و تنگه هرمز، قابل توجه کلیه شناورهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف حاضر در خلیج فارس و تنگه هرمز، من شناور نیروی دریایی سپاه هستم. بدین وسیله اعلام می‌گردد هر گونه توقیف، بازرسی و پرسش و پاسخ از شناورهای صیادی و تجاری ایرانی در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خلاف منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران بوده و نقض صریح قوانین بین المللی و ممنوع می باشد. بدیهی است با متخلفین از این اعلامیه دریایی برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد گردید. تمام. پیامتون دریافت شد. من به کاپیتان گفتم، کاپیتان می‌فرمایند که ما در آب‌های بین‌المللی هستیم. خصومت دو طرف این منازعه با یکدیگه بر کسی پوشیده نیست، ولی هر دو طرف اذعان کردند که هر رویارویی و اشتباه محاسباتی در برخوردهای اینچنینی ممکنه که مثل انداختن جرقه‌ای در انبار باروت باشه. با این حساب دلیل این رویارویی‌های گاه و بیگاه چیه؟ قدرت نمایی دو طرف، مانور آتش به اختیاران یا تفسیر متفاوت از محدوده مرزهای ایران و آب‌های بین‌المللی؟ سیگورد نیو باور، تحلیلگر روابط کشورهای خلیج فارس از واشنگتن دی سی با ما هست. آقای نیو باور، دو طرف در ماه‌های گذشته تا مرحله جنگ مستقیم پیش رفتن. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و همینطور هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در عراق، آیا این اتفاق‌ها نشون میده که هنوز اشتها دارن دو طرف، هنوز تمایل دارن که اراده طرف مقابل رو آزمایش بکنند؟ It is a pleasure to be here with you this خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم در این عصر امروز. برای اینکه به سوال شما پاسخ بدیم، باید توجه کنیم که در مورد تنش‌های موجود در خلیج موارد اینچنینی رو شاهد بودیم از وقتی که آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، سیاست فشار حداکثری رو علیه ایران پیاده کرد، از برجام خارج شد و ما موارد مشابه این رو دیدیم که تنش افزایش پیدا کرد بین دو طرف تا جایی که منجر شد به رویدادهایی که شاهدش بودیم. در حال حاضر اینکه دو طرف بخوان تصمیم بگیرن که چه کار کنن، میدونیم که ایالات متحده از وقتی که از برجام خارج شده تا این لحظه جایگزینی برای اون نداشتیم و نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این تنش ها به نفع آمریکا تموم میشه یا به نفع جمهوری اسلامی؟ آیا کسی از این برخوردها بهره عایدش میشه؟
من فکر نمی کنم که هیچ کسی از این تنش ها بهره‌مند نمیشه. اگه بخوام تصویر وسیع تر رو نگاه کنیم، ماجرا از این قراره که ایران در حال حاضر به شدت از پاندمی ویروس کرونا لطمه دیده و الان آمریکا هم دچار مشکل مشابهی هست و تمام توجه دولت آمریکا الان روی این قضیه متمرکز شده. بنابراین نه ایران نه آمریکا در موقعیت قوی قرار نیستن که قرار ندارن که بخوان که چنین رویارویی‌های رو متحمل بشن. بنابراین شاید یک حرکت تاکتیکی بوده از نظر از طرف ایرانی‌ها برای اینکه بخوان که توجه بیشتری رو به تلاش ایران برای کمتر کردن تحریم‌های آمریکایی سوق بدن، توجه رو بیشتری رو متوجه این قضیه بکنن. در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی اینطور به نظر میاد که آقای ترامپ چندان بعدش هم نمیاد که گاهی وقتا با ایران درگیر بشه. در این مورد چه؟ آیا اینها هشدار دهنده است؟ آیا اینها امکان داره که تبدیل به یک منازعه بزرگ بشه بین دو طرف؟ من استدلالم اینه که نه، چون ما در همین سال گذشته قبل از کشتن قاسم سلیمانی دیدیم که چندین مورد تنش و حادثه برای نفکش ها رو داشتیم و دیدیم که ایرانی ها یک پهپاد آمریکایی رو سرنگون کردن و این بازی موش و گربه رو مدت زمان نسبتا طولانی است که شاهدش بودیم، ولی خب به اون ماجرای رویاروی بزرگتر منجر نشد. بنابراین ما دیدیم که حالا هم که می‌بینیم که وقتی که انتخابات آمریکا داره نزدیک میشه در ماه نوامبر، اگر پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشه، اون وقت ممکنه که شاهد این باشیم که تنش بیشتر بشه و اگر که انتخاب نشه، اون وقت حرکت‌های دیپلماتیک شاید برای نزدیکی آمریکا و ایران رو شاهد باشیم. در هر صورت احتمال زیاد این هست که ما در ماه‌های آینده شاهد تحریک‌های کوچکی باشیم از جانب ایران تا اینکه به زمان انتخابات برسیم. و در نهایت تا چه اندازه ممکنه که همین موضوع باعث بشه که مثلا آمریکایی‌ها کوتاه بیان، مثلا آقای ترامپ با توجه به مواردی که اشاره کردید، ویروس کرونا و درگیری‌های یا حالا حوادثی از این دست، سعی کنه که با ایران کنار بیاد کم و بیش؟ Well, I think that the Iranian behavior in this incident is outside. رفتار ایران در این موارد اخیر به هر حال خارج از نرم و قواعد بین المللی بوده، برای اینکه کشتی‌های آمریکایی مشغول گشتن در آب‌های بین المللی بودند و کلیپی هم که ایرانی‌ها منتشر کردند، خودشون منتشر کردند، نشون میده که حرکت اونها یک حرکت تحریک‌آمیز بوده از جانب قایق‌های ایرانی که به شدت نزدیک آمریکایی‌ها شدند در آب‌های بین المللی. بنابراین این رفتارشون خارج از قواعد بین ملالیست. ولی خب صرف نظر از این قضیه، ایران مدت هاست که این رفتار رو داره ادامه میده، برای اینکه از یک طرف میخواد تحریم ها برداشته بشه، میخواد که وارد دوباره به اقتصاد جهانی برگرده، اما به خاطر همین شرایط نامطمئن و به خاطر همین رفتار ایران که شاهد بودیم، ایالات متحده همچنان خودداری کرده از اینکه ایران رو دوباره به این جمع جهانی راه بده و الان هم با شرایط ویروس کرونا هر دو کشور، هم ایران هم آمریکا، در داخل کشورشون مشغول این قضیه هستن. بنابراین فکر می‌کنم که یک بازی سیاسی هست که ما در چند سال اخیر شاهدش بودیم و در ماه‌های آینده هم شاهدش خواهیم بود. خیلی ممنونم آقای نیوباور، سیگورد نیوباور، تحلیلگر روابط کشورهای خلیج فارس از واشنگتن دی سی با ما. در دوران قرنطینه گروه‌های موسیقی زیادی اجراها و تمرین‌های خودشون رو از راه دور انجام میدن. برای امشب اجرای یکی از ساخته‌های ناصر چشم‌آذر رو براتون انتخاب کردیم که فرشاد رستمی اون رو برای سازهای ایرانی تنظیم کرده.
ممنونم از شما که این 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.